گسترش طبقه نیت به عنوان یکی از چالش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر کشورهای مختلفی را درگیر کرده است. طبقه و گروهی که به دنبال آموزش، مهارت یا کسب شغل نیستند. طبقه بندی گروه نیت از اواخر دهه 1990 و از انگلیس آغاز شد و به تدریج در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، کانادا، ایالات متحده و برخی از کشورهای خاورمیانه مانند ایران گسترش یافت. انتخاب یک زندگی باری به هر جهت، نفروختن امروز خود به فردا و انتخاب شیوهی غیر مولد از زندگی در شرایط نابسامان اقتصادی نسلهای جدید را در زمره این طبقه گنجانده است. این دسته از افراد معتقدند که شغل خوب شغل راحت است، زحمتش کم است، فضا همه جوره در آن راحت و فرصت زندگی لاکچری و باشکوه را برایشان فراهم می کند. به اعتقاد کارشناسان، شبکه‌های اجتماعی این باور را بیشتر تقویت و به این طبقه القا می‌کنند که با انجام فعالیت‌های بسیار سطحی و ساده می‌توانند زندگی و درآمد بسیار خوبی داشته باشند. ارائه خدمات حداکثری و مطالبه حداقلی از فرزندان، فرهنگ مسئولیت‌پذیری را در آنها تضعیف می‌کند. مسئله ای که این طبقه را خودمدار کرده و معمولاً چون رقیبی ندارند آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. این طبقه خیلی از ناکامی ها را تجربه نمی کنند و یاد نمی گیرند که مقابل ناکامی بایستند و احساس مسئولیت هم نخواهند کرد. همواره نگرش شماتت‌گرایانه ای به طبقه نیت وجود دارد، به طوری که برخی معتقدند این افراد ظرفیت مناسبی برای ارتکاب جرم و جنایت می شوند. این شرایط به یک چالش محوری برای کشورها تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان باور دارند که نظام آموزشی باید فکری برای مقابله با آن داشته باشد، زیرا گسترش این نوع زندگی میتواند پیامدهای وخیمی را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته باشد. در واقع نگاه ناهماهنگ با تحولات روز نظام آموزشی و در این حال دیدگاه جزیره‌ای و غیر علمی به این حوزه، نوعی سردرگمی را هم در نظام آموزشی و هم برای نوجوانان ایجاد کرده است. گسترش طبقه نیت لزوم برنامه ریزی عمل محور را در کشورهای مختلف مورد توجه قرار داده و نظام آموزشی برخی کشورها تلاش می کنند برای جلوگیری از این بحران، برنامه های عملی، همکاری جمعی و مسئولیت پذیری را در برنامه آموزشی نوجوانان جایگذاری کنند. برخی معتقدند اگر فکری برای گسترش این پدیده نشود، طی سالهای آینده بیشتر کشورهای جهان با بحران نیروی کار به ویژه در کارهای سخت و نیاز به تلاش فیزیکی مواجه خواهند شد.